حاجی عبدالمجید نیشابوری، تاجر مؤمن و مخلص بهایی که قبلا جزو اصحاب حضرت باب بود، فرزند جوانی داشت به نام آقا بزرگ که نه تنها دلسوز پدر نبود، بلکه از او حرف شنوی هم نداشت. روزی نبیل زرندی، مورخ مشهور بهایی، گزارش به نیشابور افتاد و میهمان دوست قدیمیش حاجی عبدالمجید شد. یک روز حاجی به نبیل گفت: کاش کلام الهی حضرت بهاءالله بر قلب این پسر اثر می کرد و تحولی روحانی در او به وجود می آمد. بنابراین نبیل با جوان به گفتگو نشست و یکی از آثار حضرت بهاءالله معروف به قصیده عز ورقاییه را که درباره بلایای وارده بر خود آن حضرت بود برایش خواند و درباره مفاهیم روحانی آن صحبت کرد. کلام الهی بر قلب و روحش تأثیری عمیق نمود، به حدی که با صدای بلند شروع به گریه کرد. بعد از رفتن نبیل، در مدت کوتاهی سواد خواندن و نوشتن را در خانه نزد شیخ محمد، یکی از بهایان مخلص خراسان، آموخت. چندی بعد شیخ به حاجی گفت: قصد دارد برای زیارت حضرت بهاءالله از طریق بغداد به ادرنه، شهری که حضرت بهاءالله در آن تبعید هستند، برود. سپس افزود: البته اجازه دارد یک نفر را هم با خود ببرد. حاجی اسبی برای پسر خرید و او را با شیخ محمد روانه کوی دوست کرد. دریاز تصمیم گرفت از راهی نزدیکتر به بغداد برود. بنابراین هرچه را داشت برای شیخ گذاشت و یکی و تنها پای پیاده راه بغداد را در پیش گرفت. وقتی وارد این شهر شد، بهایان را پیدا کرد و به جمعشان پیوست. مخالفین که دست از آزار بهایان بر نمی داشتند، آقا رسول سقای بهایان بغداد را به قتل رساندند. جوان گرچه مایل بود هرچه زودتر به ادرنه برود، شجاعانه لباس سقایی پوشید و با مشک آب مشغول آب رساندن به دوستان شد. قاتلین آقا رسول از پای ننشستند و قصد جانش کردند. اما خوشبختانه جان سالم به در برد و به خدمتش ادامه داد. خبر رسید حضرت بهاءالله را به شهر عکا در دورترین نقطه از سرزمین عثمانی تبعید کرده و در زندان مخوف این شهر محبوس نمودند. عشق شدید محبوب او را به سوی عکا کشاند و پای پیاده با همان لباس سقایی عزم کوی معشوق حقیقی کرد. وقتی به عکا رسید، چون لباس سقایی بر تن داشت، توجه نگهبانان دروازه شهر به او جلب نشد و به راحتی وارد عکا گردید و خیلی زود توانست داخل قلعه‌ای که حضرت بهاءالله در آن محبوس بودند شود و حضور حضرتش مشرف گردد. او در آن تشرف فهمید که الواحی از سوی حضرت بهاءالله برای سلاطین عالم ارسال شده، مگر لوح سلطان ایران که احتیاج به پیکی مطمئن، شجاع و از جان گذشته دارد.
در تشرف دوم تقاضا نمود اگر قبول بفرمایند او حامل لوح مبارک سلطان ایران باشد، حاضر است در این راه جانش را هم فدا کند. این تقاضا مورد قبول واقع گردید. در اثر بیانات حضرت بهاءالله وی شخصیتی جدید یافت، به طوری که به او لقب بدی عنایت فرمودند. چون صلاح نبود بدی لوح را از زندان خارج نماید، قرار شد در حیفا منتظر بماند. یکی از مؤمنین لوح را آورد. ابتدا با هم به سوی کوه کرمل رفتند. بعدها این مرد تعریف کرده بود که وقتی به دامنه کوه کرمل رسیدیم، جعبه ای را که نمی دانستم درونش چیست، به همراه نامه مهر شده که مخصوص او نازل شده بود به دستش دادم. گفتم می شود لوحی را که به افتخار شما نازل گشته زیارت کنم؟ جواب داد فرصت نیست. فهمیدم مطلبی است که نباید افشا گردد. به او گفتم بیایید با هم به حیفا برویم و مبلغی پول را که حضرت بهاءالله برای شما مقرر فرمودند تقدیم کنم. گفت من به حیفا نمی آیم. اگر می خواهید بروید و پول را برایم اینجا بیاورید. ساعتی بعد که برگشتم او را نیافتم. دیگر کسی او را ندید. سفر بعدی 4 ماه طول کشید. وقتی به تهران رسید، بنا به دستور حضرت بهاءالله سراغ بهایان نرفت تا مبادا توجه مامورین حکومتی را جلب کند و لوح به دست شاه نرسد. ناصرالدین شاه از تهران به قصر ییلاقی خود رفته بود. اجباراً به آنجا رفت و 3 روز مقابل قصر روی تپهی بدون خورد و خوراک ایستاد تا شاه او را ببیند. روز سوم که شاه عازم شکار بود، طبق معمول با دوربین نظری به اطراف انداخت و بدی را روی تپه دید. امر می کند او را نزدش بیاورند تا ببیند مقصودش چیست؟ بدی در نهایت ادب به شاه نزدیک شد، سلطان ایران را مخاطب قرار داد و آیه قرآن کریم را تلاوت کرد که می فرماید قد جئتک من سبأ بنبأ عظیم. شجاعت جوانی کم سن و سال شاه را به فکر انداخت و گفت این پیک از سوی شخص بهاءالله است. پس از دریافت لوح فرمان داد از او بازجویی کنند تا همراهانش را معرفی نماید. بدی هر چی می گفت که تنها آمده و کسی را نمی شناسد قبول نکرده به انواع شکنجه متوسل شدند. شاه دستور داد لوح را به علمای بزرگ تهران بدهند تا جوابی بر آن بنویسند. تهدیدها و شکنجه ها و وعده های فریبنده بدی را تسلیم نکرد. عاقبت به او گفتند حداقل مقام شاه را در نظر بگیر و بگو عریضه ای از سوی بنده ای آوردم، نه یک لوح از شخصی بزرگتر از شاه. اما او حاضر نشد. بنابراین میل داغ آوردند تا با داغ کردن او را تسلیم نمایند. عکاس دربار هم که حاضر بود، عکسی از بدی و فراشان و ابزار شکنجه گرفت.
نبیل داغ هم فراش باشی و یارانش را به مقصود نرساند و بر استقامت این جوان 17 ساله افزود. او هر دم خداوند را شکر می کرد که وظیفه‌اش را به خوبی انجام داده. پاسخ علما برای شاه این بود که این نوع عریضه ها ارزش پاسخ دادن ندارد. بهترین کار آن است که آن قاصد را بکشید و خیالتان را راحت کنید و از سلطان عثمانی بخواهید که بر بهاءالله بیشتر سخت بگیرد تا صدایش خاموش گردد. شاه از اینکه علمای مورد اعتمادش قادر به پاسخگویی نبودند سخت برآشفت و متاسف گردید. بالاخره پس از تحمل عذابهای سخت فراش باشی جانش را گرفت و روح پاکش به عالم بالا پرواز کرد. به پاس خدمتی که به شاه کرده بود مفتخر به دریافت خلعت شاهانه گردید. حضرت بهاءالله در این لوح شاه را تفهیم می‌فرمایند که ظهور پیامبران الهی همواره توأم با بلایای فراوان بوده که از جانب علما و حکام بر آنها وارد می شده. ای پادشاه، من از این بلایا پروا ندارم، زیرا این بلایا را از لوازم ضروریه رشد و شکوفایی آیین الهی می دانم. این بلایا همچون باران بهاری است برای مزارع تشنه. ای پادشاه، به ثروت و قدرت و شوکت و سلطنت خیش مغرور مباش، زیرا که اینها دوامی ندارند و لایق اعتنا نیستند.